دوستای عزیز سلام، وقت شما بخیر. به درس اول کورس گوگل نینجا خوش آمدین. درس اول را از تنظیمات گوگل شروع میکنه. برای تنظیمات گوگل به سمت راست به پایان صفحه میاییم، روی تنظیمات یا سیتینگ کلیک میکنیم، بعدا سرچ سیتینگ یا تنظیمات جستجو روی از این کلیک میکنیم، صفحه بعدی باز میشه و ما تنظیمات درست میکنیم. زمان صفحه بعدی باز میشه، ای تنظیمات است. ما از بخش اول که سیف سرچ است، دوستای عزیز اگر از کامپیوتر شما اطفال شما هم استفاده میکنه، این بهترین گزینه برای کامپیوتر شما هست که شما میتونین سیف سرچ بانن، تک مارک یا این تنظیمات فعال کنن. زمانی که اطفال شما در گوگل بیاین چیزی را سرچ کنن، باز عکسای غیر اخلاقی و عکسایی که برای اطفال درست نباشه او را گوگل به شکل اتومات فیلتر میکنه و برشان نشان نمیده. بخش دوم بخش ریزلت پر پیجز که در اینجا شما میتونین زمانی که سرچ میکنین تعداد ریزلت هایی که در یک صفحه گوگل نشان داده میشه، از اینجا شما میتونین معین کنین. ما 30 دانه ماندیم، شما میتونین که تنظیمات تغییر بتین، از اینجا 10 دانه یا بیشتر از او بانین. بخش سوم یک بخش مهم از پرایوت ریزلت است. دوستای عزیز اگر کامپیوتر شخصی دارین و ایمیلتان دائم اینجا باز است، شما میتونین پرایوت سرچ هم فعال بانین در صورت نیاز. پرایوت سرچ به این معنا که اگر شما مثلا پرواز دارین و برای شما ایمیل آمده که زمان پرواز شما هست، شما اگر بیاین اونجا مای فلایت نوشته کنین، در صورتی که تنظیمات فعال باشه، گوگل به شکل اتومات میره از ایمیل شما درباره پروازتان معلومات میگیره و برای شما دیسپلی میکنه. یا مثلا شما در گوگل فوتوز عکسایتون هست، شما میاین مای فوتوز نوشته میکنین، گوگل میره به شکل اتومات عکسای خود شما را اینجا در ریزلت میاره. در صورتی که نیاز باشه از این تنظیمات میتونن استفاده کنین. بخش بعدی اسپوکن انسر است. در صورتی که شما از وایس هم استفاده میکنین میتونین این بخش فعال کنین، اگر نه تنها بخش تکس بانین. بخش بعدیش where results open، در کجا می سرچ را که شما میکنین باز شوه. شما اگر بیاین تک مارک بانین روی هر سرچ که کلیک کنین، اما سرچ شما به یک صفحه جدید یا به یک تپ جدید باز میشه، در صورت نیازی را میتونین فعال کنین. و بخش آخرش که درباره موقعیت است، تنظیمات موقعیت است. شما میتونین تنظیمات موقعیت از اینجا انتخاب کنین که تنظیمات شما سرچ شما نظر به کدام کشور انجام شوه. اگر از ما چون در افغانستان هستم، از اینجا کرنت اگر بانین، کرنت ورژن امی موقعیت فعلی شما را میگیره، شما میتونین افغانستان بانین. یا میتونین از اینجا بیاین لیست از کشورها هستک، شما ای را انتخاب کنین یکی از یاره و بعدا سرچ تنظیمات سرچ شما درست شود. ولی اگر شما یکی از یار انتخاب میکنین، مثلا اگر من بیایم یکی از این کشورها را انتخاب کنم، زمانی که من سرچ میکنم بیشتر ریزلت سرچ های من نظر به یعنی موقعیت جغرافیایی که من اینجا انتخاب کردیم برای من میاید. آخر زمانی که شما تنظیمات تکمیل کردین سیف میکنین، بعد از اینمی تنظیمات برای گوگل شما و براوزر شما سیت میشه. هر زمانی که شما گوگل باز میکنین و سرچ میکنین، نظر به اینمی تنظیمات برای شما ریزلت باز میشه. بخش بعدیش روی سیتنگ کلیک میکنیم، ادوانس سرچز. درباره ادوانس سرچ در درسای بعدی انشاءالله صحبت میکنیم، میتونیم اینجا صحبت کنیم. ولی یک بخش مهم دیگه ای را که بخش هیستوری هست یا بخش تاریخچه سرچ های شما هست، روی ازی کلیک کنین. عزیز روی سرچ هیستوری که کلیک میکنین، این صفحه باز میشه. در این صفحه تمام سرچ هایی که شما انجام دادین اینجا برای شما با جزئیاتش برای شما میآید، شما میتونین سرچ ها را ببینین. در صورتی که نخواسته باشین که این سرچ ها اینجا بیاید، شما میتونین بیاین اینجا روی دلیت و سرچ هایی که کردین از اینجا یا را دلیت کنین که تمام فعالیت هایی را که در گوگل انجام دادین از اینجا دلیت میشه. دوستای عزیز برای درسای بعدی چینل سابسکرایب کنین. اگر پیشنهاد، انتقاد و یا سوال دارین میشه در کامنت ویدیو نوشته کنین. انشالله ما در خدمت هستیم.